فعلا در مورد ادامه گفتگوها تصمیم گیری نشده، اما طرف عراقی این رو مطرح کرده و معمولا در سه دور قبلی هم مسئولین عراقی بودن که رایزنی میکردن با دو طرف و بعدا وقتی رو تنظیم میکردن، دعوت میکردن و حضور جمهوری اسلامی ایران هم در همون موقع تصمیم گیری میشد. الان هم رایزنی هایی رو در حال انجام داره طرف عراقی. با توجه به اظهارات و مواضع ایشون و با توجه به نتایجی که همکاری های جمهوری اسلامی ایران و آژانس داشته و گزارش مستندی رو که آژانس ارائه میکنه به شورای حکام، ما امیدواریم که تصمیم و اظهار نظری که از سوی این شورا مطرح میشه منطبق تر بر واقعیات موجود باشه. اینها فاقد ارزش حقوقی هست و ما این مسئله رو به لحاظ حقوقی هم پیگیری خواهیم کرد. اون چه که به عنوان مورد اتهامی مطرح کردن، ما بارها قاطعانه اون رو رد کردیم. درخواستی رو کرده بودن برای انجام سفر به کیش که مسئولین ایرانی خواستن که دلایل و ضرورت‌ها رو برای انجام این سفر مطرح بکنن، به خاطر اینکه نیروهای ایرانی به دنبال یافتن ردپایی از ایشون هستن و تلاش‌های این مسئولین همچنان ادامه دارد. مایه نگرانی است و اقداماتی که رژیم صهیونیستی تاکنون انجام داده همواره بر هم زننده امنیت منطقه بوده. به بغداد ارتباطی با سفر آینده آقای احمدی نژاد به عراق داره؟ خیلی متشکرم.